تظاهرات صدها تن از مردم آلبانی در مقابل دفتر نخست وزیری این کشور در اعتراض به احتمال انتقال بخشی از سلاح‌های شیمیایی سوریه به آلبانی. تظاهرکنندگان از دولت آلبانی خواستند تا به درخواست آمریکا و سازمان ملل برای پذیرش سلاح‌های شیمیایی سوریه جواب منفی بدهد. قرار است یک کشور ثالث پذیرای سلاح‌های شیمیایی شناسایی شده سوریه شود تا در چند مرحله منهدم شوند. معترضان آلبانیایی میگویند انهدام این نوع سلاح‌ها در خاکشان به حوزه‌های مختلف آسیب می‌رساند. دیگر نه اقتصادی خواهیم داشت، نه صادرات، نه محیط زیستی و نه صنعت توریسمی. آلبانی که اخیراً دست به انهدام سلاح‌های شیمیایی خود زده، یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است به عنوان کشور پذیرای سلاح‌های سوریه انتخاب شود. پیشتر نروژ به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح بود که مقامات این کشور با این امر مخالفت کردند. قرار است سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از انتقال به یک کشور سوم تحت نظارت بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی منهدم شوند. عملیات خلع سلاح شیمیایی سوریه که از دو ماه پیش آغاز شد اخیراً به پایان رسید. به گفته بازرسان سازمان ملل این سلاح‌ها هر چه سریع‌تر باید از سوریه که درگیر جنگ داخلی است خارج شوند. در داخل سوریه در ادامه نبرد میان دولت و مخالفان یک فرمانده ارشد یک گروه اسلامگرا کشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این فرد فرمانده ارشد گروه اسلامگرای لواء التوحید بوده. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این حمله در حلب رخ داده و دو تن از مقام‌های گردان لواء التوحید نیز زخمی شدند. گردان لواء التوحید یکی از گروه‌های قدرتمند اسلامگرا در سوریه به شمار می‌رود که ائتلاف ملی مخالفان سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد.